و آله طاهرین. در حضور عزیزان و سروران گرامی هستیم با ادامه جلسات شرح مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین. رسیدیم به مجلس سوم. می‌فرماید المجلس الثالث من کلامه افاض الله علینا عمیم انعامه. مجلس سوم از کلام حضرت مولانا که افاض الله علینا، خداوند بر ما جاری فرمود انعام عمومی و انعام خاص خود را. افاض یعنی فیض داد و تفویض فرمود، عمیم یعنی عموم غالب، انعام هم یعنی نعمت بخشیدن و نعمت رساندن. خب طبق معمول همه مجالس، مولانا با خطبه‌ای در اول آغاز می کند و بعد مناجاتی بیان می کند، سپس روایتی بیان می کند از حضرت رسول، بعد از آن حکایتی و از آن حکایت نتیجه می گیرد و مجلس رو به اتمام می رساند. الحمدلله المتوحد بالکبریا المتفرد بخلق الاشیاء. حمد برای خداوند است که المتوحد بالکبریا، متوحد است، یگانه است در کبریا و عظمت. المتفرد و به خلق الاشیاء، و متفرد است و فرد است، یگانه است در خلقت اشیاء جهان. هرچه که در جهان هست خداوند آن را آفریده است. مولج الضیاء فی الظلام و الظلام فی الضیاء. مولج یعنی وارد کننده، فرو برنده، پنهان کننده. از ولج یلجو هست، در قرآن هم هست که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یعنی خداوند شب را در روز وارد می کند و مخفی می سازد، پنهان می فرماید و شب را در روز. مولج اسم فاعل است از یولجو و باب افعال هست. مولج الضیاء فی الظلام، پنهان کننده و فرو برنده ضیاء و روشنایی در ظلمت ها و در تاریکی هاست. و الظلام فی الضیاء، مثل این که واو عطف است، می فرماید و مولج الظلام فی الضیاء، و پنهان کننده تاریکی ها در روشنایی هاست. محی الاموات و ممیت الاحیا، او محیی و زنده کننده مردگان است، و ممیت الاحیا و اماته کننده و میراننده زندگان است. تعزز بالمجد و الثنا و تعالی عن الزوال و الفنا. او عزیز است، غلبه می کند، عزت دارد، برتری می جوید با مجد و عظمت و ثنا و ستایش خود. و تعالی عن الزوال و الفنا، و تعالی منزه است، بالاتر است، بلندتر است، دارای علو مقام و شأن است از زوال، نابودی و فنا. خداوند شأنش بالاتر از این هست که زائل شود یا فانی شود و از بین برود. قدمه منزه عن تقدیر الابتدا،
و بقاؤه مقدس عن توهم الانتها. قدم او و قدیم بودن او، همیشگی او، ازلی بودن خداوند منزه است از مقدر و اندازه گیری کردن با ابتدا، یعنی هیچ ابتدایی برای او، برای قدم او، برای ازلیت او وجود ندارد. خداوند ازلی است، یعنی هیچ ابتدایی برای وجود یافتن او وجود ندارد. هیچ چیزی نیست که ما بگوییم این آغاز آفرینش خداوند است، این آغاز به وجود آمدن خداست. خدا همیشه بوده است و زمانی نبوده است که نباشد، و هیچ زمانی رو در نظر نمیتوان گرفت که خدا در آن نبوده است. بنابراین از ابتدا و از آغاز منزه است، حتی از تقدیر و از اندازه گیری ابتدا منزه است، چون هر موجودی که در این جهان است ابتدایی دارد و انتهایی دارد. اما خداوند منزه است از تقدیر ابتدا، یعنی این که حتی بخواهد ابتدایی هم برای خود تصور کند و به وجود آورد، از آن هم منزه است. خداوند هیچ ابتدایی ندارد و شروعگاهی و زمانی برای شروع ندارد، از اول بوده است. قدمه منزه عن تقدیر الابتدا و بقاؤه و بقایش مقدس، مقدس است و منزه است، پاک است، ان توهم الانتها، از توهم انتها و پایان. نه برای ابتدای او مقدری هست و نه برای انتهای او توهمی. توهم است، در وهم افکندن خود و دیگران است که ما برای او انتهایی دنزه بگیریم. او بدون ابتدا و بدون انتها هست، هیچ ابتدا و انتهایی برای او وجود ندارد، یعنی ازلی هست و ابدی هست. زمانی نبوده است که نباشد و زمانی نخواهد بود که نباشد. غرقت فی بحار سرمدیتهی عقول العقلا و برقت فی وصف سمدیتهی علوم العلماء. در غرق شده است، فی بحار، در بحرها و در دریاهای سرمدیتهی، در بحرهای سرمدیت و ازلیت. سرمد یعنی دائمی، همیشگی. سرمدیت یعنی همیشگی و دائمی و ابدی بودن. سرمدی یعنی ابدی. غرقت، غرق شد در دریاهای ابدیت او عقول العقلا، عقلایی که به مفهوم کامل عاقل بودند، عقلهایشان حیران شد، عقلهایشان در دریاهای ابدیت الهی غرق شد، یعنی نتوانستند، غرق شدند و نتوانستند راه به جایی ببرند که چگونه می شود چیزی سرمدی باشد، چگونه می توان چیزی را دید و یافت در این جهان که ابدی باشد و زمانی از بین نرود. چون انسان و عقل عقلا هرچه که دیده است یک ابتدایی داشته است، یک انتهایی داشته است، و بدون ابتدا و انتها را ندیده است و نشمرده است و ادراک نکرده است. از این جهت هم در مورد خدا هم وقتی می اندیشد گمان می برد که چگونه است، چرا همه چیز ابتدایی دارد و انتهایی دارد اما او نه ابتدا دارد نه انتها، چگونه می تواند چنین باشد؟ این تحیر باعث می شود که غرق دریاهای ابدیت الهی شود عقول عقلا. و علوم علما چه؟ دانشمندان که علمهای فراوان دارند. و برقت فی وصف سمدیتهی علوم علما، و در وصف سمدیت و بی‌نیازی خداوند همه مبروخ شد، مدهوش شد. برق که میزند انسان رو مدهوش میکند، و انسان وقتی که علوم علما در وصف بی‌نیازی الهی
از هوش می رود و مدهوش می شود و از بین می رود. چرا؟ چون صمد هم یعنی کسی که نیازی ندارد، به هیچ چیز نیاز ندارد. خب علما و علمشان میگوید که هر کسی به چیزی وابسته است، به چیزی نیازمند است. بنابراین صمدیت الهی چگونه هست؟ این رو هم به توهم انداخته است. و نشهد الله اله الا الله، و شهادت میدهیم که الهی جز الله نیست. و نشهد ان محمدن عبده و رسوله، و شهادت میدهیم که همانا محمد صلوات الله و سلامه علیه عبد او و رسول اوست، بنده او و رسول اوست. سید الانبیاء و امام الاتقیا، او سید انبیاء هست. پیامبر اسلام سید و سرور همه انبیاء قبل از خود است و امام الاتقیا و پیشوای اهل تقوا و شفیع الامه یوم الجزا، و شفیع امت اسلام در روز جزا و روز پاداش. و خیر من ارج بهی الی السما، و بهترین کسی است که ارج بهی، برد او را به سوی آسمان. ارج یعنی عروج کرد، خود به بالا رفت. با بایی که بعدن آمده متعدی شده است، فعل لازم بوده است، متعدی. ارج به یعنی برد، ارج یعنی رفت، بالا رفت، عروج کرد. ارج به یعنی او را بالا برد. می فرماید و خیر و بهترین کسی که ارج بهی السما، که او را به آسمان عروج داد. معلوم است در نظر مولانا کسان دیگری هم در آسمان عروج یافتند، مثل حضرت عیسی، مثل حضرت یحیی، مثل حضرت خضر، اینها هم به آسمان عروج کرده اند. ولی حضرت ایشان خیر است، بهترین است. خیر هم در حقیقت اخیر بوده است، افعل و تفضیل بوده است که همزه از اول آن افتاده و خیر شده است. خیر به معنای اخیر است، یعنی نیکوتر، نه نیکو بلکه معنای نیکوتر، افعل و تفضیل است. و خیر و من ارج بهی الی السما الی محل الکرامه، به محل کرامت رسیدت، به عرش الهی قدم گذاشته از حضرت رسول با عروج و معراج و اعراجی که جلسه قبل گویا راجبان سخن گفتیم. الی محل الکرامه و الاستفا، به محل و جایگاه کرامت و بزرگواری و استفا و برگزیدگی. استفا از صفا یسفی هست و باب افتعال است. استفا یستفی، مصطفا و مصطفی هم از همان است، باب افتعال است. باب افتعال نشان در متابعه دارد، علامت متابعه هست، یعنی قبول اثر فعل است. صفا یعنی برگزید و مصفا شد، پاک شد، صاف شد. مصطفا یعنی کسی که برگزیده شده است و به مقام استفا رسیده است. میدانی که این تای مؤلفی که دارد به خاطر اینکه با کنار صاد آمده است، تای منقوط بوده است، استفا تای دو نقطه بوده است، تبدیل به تای مؤلف شده است. به خاطر صاد، صاد و زاد و تا و زا اگر باشد در فاعل فعل باب افتعال، عین الفعلش تبدیل می شود به تا، از تای باب تبدیل می شود به تا، تای منقوط به تای مؤلف تبدیل می شود. خب فرمود بل استفا صلی الله علیه و علی آله و اصحابه، که درود خدا و صلوات الهی بر او و بر آلش و اصحابش، خصوصا علی ابی بکر صدیق معدن صدق و الوفا، خصوصا بر ابوبکر صدیق که معدن صدق و وفا بود، و علی عمر ابن الخطاب الفاروق بین الحق و المراء، و بر عمر ابن خطاب که جدا کننده حق
و باطل بود و علی عثمان ز نورین ز الحلم و الحیا و بر عثمان که ز نورین بود صاحب حلم و بردباری و حیا بود. ز نورین هم می دانیم که از چه جهت به عثمان گفتن ز نورین، از آن جهت که دو دختر حضرت رسول که در حواله نکاح پسران ابولهب بود، بعد از اسلام پسران ابولهب دختران پیامبر رو طلاق دادن، حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم طلاق دادن. حضرت پذیرفتن، نهایتاً عثمان آمد، اول با رقیه ازدواج کرد، بعد اینکه رقیه وفات کرد بعد با ام کلثوم ازدواج کرد. به خاطر همین میگوین ذوالنورین، صاحب دو نور است، دو نور حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم، دختران حضرت رسول صلوات الله علیه. این دو بزرگوار هم انسان‌های بسیار بزرگی بودند که ملاسف در تاریخ ما به آن توجه نشده و عظمت و قدر و منزلت این دو دختر عظیم حضرت رسول مفقود مانده است. و علا عثمان زن نورین زل حلم و الحیا و علا علی ابن ابی طالب و بر علی ابن ابی طالب صاحب سیف و سخا، صاحب شمشیر و سخاوت و کرامت و علا جمیع المهاجرین و الانصار و بر همه مهاجران و انصار و الامنا و امینان امت و سلم تسلیما کثیرا و سلام باد سلام دادن بسیار فراوان. این که مولانا اینجا دارد آنها را هم دعا می کند، این خلفای راشدین رو بیان می کند، از ابوبکر و عمر و عثمان و بعدن به علی علیه السلام می رسد، این روال آن زمان بوده است. اگر کسی شروع نمی کرده و از این سخنان نمی گفته، اجازه منبر به او نمی دادن و او نمی توانست که سخن بگوید. و یکی از اصول این بوده است که هر کس بر بالای منبر می رود می بایست که به این سه خصوصا و گاهی هم به حضرت علی اظهار ارادت بکند و این معمول بوده است و از اول تمامی منابر و تمامی مجالسی که بوده است معمول بوده است. حتی در مجالس شیعیان هم معمول بوده است و در ایران که خیلی شیعیان در آن بودن، تا زمان صفویان همه چنین می گفتن و هر مجلسی که بوده است می بایست که اون رو می گفتن، تا اینکه در زمان شاه عباس و قبل از اون سلطان سلاطینی که بودند، اینها آمدند و یک روالی رو در تشیع ایجاد کردند و نام این سه نفر رو از خطبه ها انداختند و گفتند دیگر اجباری ندارید که از اینها سخن بگویید، هر کس خواست بگوید ولی دیگر اجباری نیست. و به جای آن ائمه اطهار رو آوردن و در منابر و در مواردشان می گفتن، وگرنه چه شیعه چه سنی قبل از صفویه حدود 1000 سال وقتی که سخن می گفتن، البته می بایست و جز اصولشان بود که از این 4 نفر به بزرگی یاد کنند. و این دلیل بر تسنن مولانا نمی شود، دقیقا دلیل بر تسنن مولانا نیست، چرا که شیعیان هم همه چنین می کردند و اشخاصی که ما می دانیم که اینها حتما شیعه بودند، شیعه حتی اثناعشری هم بودند، اینها هم در خطبه هایشان از ابوبکر و عمر و عثمان نام بردند و اگر نمی بردند اینها اجازه سخن پیدا نمی کردند و محجور می ماندند. و از این جهت است که تمامی علما به این
چهار نفر احترام می گذاشتن. مناجات: ملکا و پادشاها، در این لحظه و در این ساعت تحف تحیات و صلات صلوات به روان پاک سید المرسلین چراغ آسمان و زمین محمد رسول الله در رسان. خب ملکا و پادشاه ها، ای پادشاه، ای خداوند، در این لحظه و در این ساعت تحفه های تحیات و درود ها، تحیات یعنی درود، تحف جمع تحفه هست، تحف تحیات یعنی تحفه ها و هدایا و ارمغان های تحیات و درود و سلام و صلوات رو، صلات صلوات، صله یعنی بخششی که کسی به کسی می کند، صله صلوات یعنی بخشودن و بخشیدن صلوات، صلات صلوات یعنی صله ها و بخشش های صلوات رو به روان پاک سید المرسلین، سید مرسلین، سید و سرور همه انبیای عظام الهی، چراغ آسمان و زمین محمد رسول الله در رسان. بیزه های اعمال نهاده این بر خاشاک. بیزه یعنی تخم، تخم مرغ یا دانه های کوچک را هم بیزه میگویند. آن تخم هایی که مرغان یا مرغ یا کبک یا بلدرچین یا هر حیوان دیگری که روی خاک میگذارد، منظورش این است. میگوید بیزه های اعمال نهاده ایم، یعنی ما عملهایمان مانند آن تخمی است که نهاده ایم تا بار دهد، نهاده ایم تا اینکه تبدیل به جوجه و تبدیل به اعمال حسن شود. بیزه های اعمال نهاده ایم بر خاشاک، از آسیب چنگال گربه شهوت نگاه دار. گربه ها هم میروند و معمولا این تخم ها رو، تخم مرغ ها رو بر میدارند و میخورند. میگوید این گربه شهوت که طرار هم هست، جرار هم هست، می آید و این تخم مرغ های اطاعت ما را می برد و می خورد و خراب می کند و هدر می دهد و موجب می شود که به بار ننشیند. ما خیلی کارهای خوب می کنیم، اما چون که شهوتمان را جلودار نیستیم، مقابل شهوتمان نمی توانیم بیستیم، از آن جهت شهوت ما می آید، عبادت ها و اطاعت های ما را خراب می کند. ماهرویان عمل کاهربایی دارند در دل ما. خیلی زیباست، حالا عمل ماهرویانی دارد. این همه روایت است، همه این سخنانی که می گوید روایت دارد در خود. پیغمبر فرمود که هر عملی که شما انجام می دهید به شکل انسان مجسم می شود، یک تجسم عینی دارد. این سخن مهمی است و نکته مهمی است که شاید در جای دیگر هم می توانستیم این رو بیان کنیم. به مناسبت این کلمه ماهرویان عمل عرض می کنم، پیامبر فرمود هر کاری که شما انجام می دهید یک صورتی و صفتی و نقشی و ارتسامی و انتقاشی در بیرون دارد و ظهوری در بیرون دارد. کارهای بد شما به صورت انسانهای زشت و چیزهای زشت، بدبو و بسیار زشت و نامناسب است، و کارهای خوب شما به شکل انسانهای زیبا، خوب رو و با کمال و با جمال است. و مشهور است که میگویند کسی دو سوره از قرآن رو در حفظ بود، وقتی که او را میخواهند در خواب یکی از اولیا میبیند که دو سوره از قرآن رو در حفظ بوده است ولی هنگام مرگ فراموش کرده است. میگوید که مرا وقتی بردن و در قبر گذاشتن، دیدم دو جوان بسیار خوب رو و نیکو رو از قبر من بیرون آمدند. گفتن شما کی هستید؟ گفتن ما دو سوره هستیم، من سوره فلانم و او سوره دیگر است. چرا می روید؟ چون شما ما را فراموش کرده اید، این دیگر ما را نمی خوانید. شما این سوره هایی که در حفظ داشتید
و به شکل تجسم عینی به شکل دو جوان بسیار رعنا و زیبا روی بود که می توانست انیس شما و مونس شما در قبر و در مرقدتان شود، شما که حواستان نبود و یادتان رفت دیگر ما از دست شما بیرون آمدیم. به همین خاطر است که از این روایت ها بسیار فراوان است که گفتند آن اعمالی که اعمال نیکی که انسان انجام می‌دهد به کسی کمک می‌کند، به صورت جوانی خوب رو برای قیامتش، برای قبرش، برای دوران دیگرش است که آنجا از فرط تنهایی و وحشت تنهایی از بین نرود. این است که عمل ماهرویانی دارد و بالعکس بدرویانی دارد که هر کسی بر اساس آن اعمال نشان داده می شود. البته این هم هست که یعرف المجرمون بسیماهم یا در سیماهم من اثر سجود در قرآن دو نوع رو بیان کرده، در مورد خود انسان هم بیان کرده است. یکی فرمود که مجرمان از سیما و از ظاهر خود شناخته می شوند، یعنی کسی که کارهای زشت انجام داد آنقدر کار زشت انجام می دهد که آن در چهره اش خارج می شود. مانند معتادان رو دیده اید که اعتیاد از چهره شان خارج می شود و شما یک معتاد رو ببینید خیلی راحت می توانید او را بشناسید. این چیست؟ این همان حالتی است که در او بیرون زده است، در او تشعشع پیدا کرده است و هر کسی می تواند این رو به عنوان مثال عرض کردم، می تواند آن رو درک بکند. کارهای زشت همچنین است، کارهای زشت در چهره انسان اثر می گذارد و کارهای بدی که انسان انجام می دهد در چهره او نشان داده می شود. در برابر او سیما هم من اثر سجود هست، ادهی هستند که سیمایشان در اثر سجود نورانی شده است. اینها هم عده دیگری هستند، انسانهای دیگری هستند. علاوه بر این که خوب رو و ماه رو تولید می کند اعمال خوب ما، اعمال خوب ما ما رو هم ماه رو می کند، ما رو هم زیبا رو می کند و بالعکس کارهای بدمان ما را زشت رو و زشت خوتر می کند. ماهرویان عمل کاهربایی دارند در دل ما، آنان کاهربا دارند، مثل آهنربا می ربایند از ما. خداوندا ما را هنگی و قوتی بخش تا ربوده نشود. خب آن کاهربا آمده اند و کاه رو می ربایند. ما هم که دلمان چندان با قیمت نیست، مثل کاه هست، آنها می آیند و می ربایند. ما را هنگی، قدرت و عظمت و تمکین و بقاری بده و قوتی بخش تا ربوده نشود، تا اعمال ما نرود، اعمالی که خوب بوده است و در دل ما بوده است آنها از پیش ما نرود. آن جوانان خوب روی اعمال ما، ماه رویان و حوریان اعمال ما از پیش ما نروند. آن حوریان که در بهشت میگویند، آن قلمان غلامان بهشتی که در بهشت هست، همین اعمال ما هستند. و مشهور است در این آیات و روایات، خصوصا در روایت مشهور است که هر کسی کار خوبی می کند، کسی نزد امام صادق علیه السلام بود، گفت من امروز 5 کار خوب کردم. ایشان فرمودند که 5 درخت خوب در بهشت برای شما دادم. بعد آمد سخن ناسزاهایی گفت، امام فرمود که 3 تا که ناسزا گفتی 3 تا از آن درخت های خوب که بود کندند. یعنی همین حساب کتاب هست، انسان اینجا کار خوب میکند، آنجا درخت های بهشتی هست و وقتی کار بد میکند تجسم عینی اعمال و تجسم ظاهری اعمال چنین است. اینها البته میتواند سمبولیک باشد اما هیچ ایرادی ندارد. ما کار خوبی که میکنیم به کسی کمک میکنیم، البته در ما اثر میگذارد و ما رو بهشتی میکند و وقتی به کسی رنج می دهیم، کسی را از خود می آزاریم، البته ما دچار دوزخ خواهیم شد و دوزخ و بهشت چیزی نیست جز اعمال ما، چیزی نیست جز تجسد و تجسم اعمال ما. و چنین نیست که خداوند آنجا
جایی رو تهیه کند، آتشی تهیه کند تا بسوزاند. خداوند ارحم الراحمین است. آن چه که آن آتشی که آنجا هست و البته خواهد سوزاند، نتیجه اعمال زشت ما هست. ما هر کار بدی که اینجا می کنیم آتشی به آنجا می فرستیم و ذالکه به ما قدمت ایدیکم. قرآن خود فرمود این به خاطر آن است که شما قدمت ایدیکم، شما با دستانتان از پیش فرستادید، مقدم داشتید، شما خودتان فرستادید. من ارحم الراحمینم، من هیچ وقت آتش به پا نمی کنم تا بنده خودم را در آن بسوزانم. این نتیجه اعمال شماست، این تجسم اعمال شماست. الذين ياكلون في بطونهم الذين ياكلون مال اليتامى ما ياكلون في بطونهم الا النار. آنان که مال یتیمان را میخورند، نمیخورند در شکمهایشان جز آتش. مال یتیم که خیلی هم خوشمزه بوده است، این آتش چه نسبتی با این دارد؟ آن چیز خوشمزه تبدیل میشود به آتش و این آتش است که در آنجا قرار میگیرد. خداوند و این نکته رو معرفی میکنن که خدا اگر ارحم الراحمین است، چگونه میگوید خدا ارحم الراحمین است بعد جای دیگری میگوید که آتش چنین است و حمیم است و زقوم است و چنین است و چنان است؟ یا این دروغ است یا آن دروغ است. نه، میگوییم همه درست است، همه راست است. خداوند ارحم الراحمین است آنگاه که از آن سمت نگاه کنیم و وقتی که از جانب ما نگاه می شود، ما خود می آفرینیم آن دوزخ رو، آن آتش رو، آن عذاب رو، آن زمحریر رو ما خودمان می آفرینیم. یک سخنی می گوییم، آتشی در دل کسی می زنیم. این آتش تا زمانی که در دل او شعله ور است، بعد از 5 سال سخنی که به او گفته ایم یادش می آید، دلش آتش می گیرد. بعد از 1 ماه دلش آتش میگیرد. خب اینها آتش است، اینها آتش حقیقی است. این آتش ها جمع میشود و تبدیل به دوزخ میشود و هر کسی میبایست در این آتش ها قرار بگیرد. نمیشود که نسوزد. این سنت حتمیه الهیه است که هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، هر کسی آن را درو می کند که کشته است، هر کسی آن صدایی را می شنود که به سویش فریاد کرده است و آن را فریاد کرده است، آن را صدا را خواهد شنید. نمی شود انسان گندم بکارد و جو بگیرد. کسی رفت جو کاشته بود، رفت گفت چرا من گندم درو نمی کنم؟ گفتن چون تو جو کاشته ای. کسی که آتش می کارد آیا می تواند رحمت درو کند؟ چون این نیست. بنابراین خدا ارحم الراحمین است. خدا هیچ کس رو در آتش نمی سوزاند. آن کس که می سوزد و در آتش می سوزد، آن نتیجه طبیعی و تجسم اعمال اوست. عمل او جسمانیت پیدا می کند، تجسم جسد می شود. عمل او تبدیل به یک واقعیت می شود، تبدیل به یک حقیقت می شود و آن عمل است که او را می سوزاند. و این برای شخصی که چنین است و چنین مرحله‌ای برای او پیش می آید، برای او خیلی قابل قبول است و اونجا هیچ کس شکایت هم نخواهد کرد، هیچ کس از بودن در دوزخ شکایت نخواهد کرد، چون که می داند خب خودم کردم که لعنت بر خودم باد، خودم کردم این کار رو، حالا نتیجهش رو می بینم. ما چقدر اشتباهات در طول زندگی ایمان کرده ایم، اکنون داریم تاوانش رو پس می دهیم. باید چه کسی رو مقصر بدانیم؟ کسی جز خود ما مقصر نیست. من اشتباه کردم، باید تاوانش رو بدهم. کسی اشتباه کرده است، کسی را کشته است، تا آخر عمر باید در زندان، در زندان ابد بماند، در حبس ابد بماند. خب هر روز باید به خودش بگوید من چه اشتباهی کردم و نمیتواند بگوید که خب اشتباه من یک لحظه بود، من یک لحظه چاقو در شکم شخص فرو بردم، یک لحظه بود.
چگونه من این همه عمرم 30 سال 40 سال 50 سال در زندان، در زندان ابد بمانم؟ این نتیجه تجسم اعمال، اعمال ما هست، نتیجه تجسد اعمال ما هست. کارهایی هست که یک لحظهش منجر به زندانی بودن 50 سال می شود. 50 ثانیه تبدیل به 50 سال می شود. و این در امور دنیا فراوان است. کسی چند سال درس می خواند تا آخر عمرش از بهره هایش نتیجه می گیرد. کسی حرفه ای می آموزد، در 6 ماه حرفه ای می آموزد تا آخر عمرش از آن بهره می برد. خب این طبیعی است. کسی سخن نیک می گوید و تا آخر عمرش از برکات آن بهره مند است. این جهان، جهان بدوستان است و جهانی است که جهان مکافات است و هر کس هر کاری کرده است باید نتیجه آن را منتظر باشد. و حتی علما و عرفا گفتند که اگر دیدید دلتان گرفت، دیدید حالتان خوب نیست، دیدید که مشکلی دارید، اصلا بدون دلیل دلتان میگیرد، بدانید که کار زشتی انجام دادید، کار بدی انجام دادید، آن دل گرفتگی به خاطر آن است. مولانا اینها رو در جای جای مثنوی بیان کرده است. همه اینهایی که عرض کردم سخنان حضرت مولانا بود در مثنوی و در فیه مافیه و جاهای دیگر. تن شوره گشته ما را که از آب شوره هرس شوره گشته است، به توفیق مجاهده پاک و طیب گردند. میگه ما انسان آب شور بخورد، این شوری به هر حال از بدنش بیرون میزند. تن ما شوره گشته است، مانند سفالی که آب شور در آن بریزی همه شوره وجودش را میگیرد. ما هم در شوره زار بوده ایم، به خاطر همین این شوریدگی و این بدبختی از بدن ما بیرون میزند. تن شوره گشته ما را که از آب شور هرس، هرس هایی که ما داریم آنها آب شورن، هی هرس میخوریم، یعنی آب شور میخوریم. آب شور چه خصوصیتی دارد؟ این است که انسان هر چقدر بخورد بیشتر باید بخورد، آتشش برطرف نمیشود. برخلاف آب شیرین که آتش را برطرف می کند، آب شور را هر چقدر بیشتر بخوری آتش تر هست. هرس همچنین است. اگر هرس را، جلوی هرس را انسان در اولین مراحل بگیرد، حریص بودن را از بین ببرد در هر موردی، آن وقت دیگر هرس رو از بین برده. اما وقتی به یک هرس تنداد، هرس دیگر و هرس دیگر مانند آب شوری است که مولانا اینجا مثال خیلی زیبایی میزند، مانند آب شوری است که دیگر هیچ از او بر نمی آید، دیگر او هیچ وقت تشنگیش مرتفع نخواهد شد، هیچ وقت حرصش مرتفع نخواهد شد. به توفیق مجاهده، باید مجاهده کرد، جهاد با نفس کرد، پاک و طیب گردند. دل ما را که از خیل خیال وسوسه ها پای کوب گشته است، به باران توفیق و خزر طاعات مزین گردان. خب میگه دل ما از خیل خیال وسوسه ها، وسوسه ها به شکل خیال آمدن، خیل یعنی جمع اسبان، گله اسب رو میگن خیل، والخیل المسومه والقناطیر المقنطره در قرآن هم هست، زوجن للناس حب الشهوات، زینت داده شد برای انسان، حب شهوات، شهوت های مختلف، از من النساء، از زنان و از کودکان و از خیل، از اسب و مرکب و لباس و پوشیدنی ها و خوردنی ها، اینها شهوت هایی است که زینت داده شده است برای انسان، انسان به سمت اینها می رود. از خیل خیال وسوسه ها پایکوب گشته است. وسوسه ها که در خیال ما در می آیند، مانند اسبانی که می آیند و اسبان وحشی که می آیند و می روند، وجود ما را لگد کوب خودشان می کنند. وسوسه ها روح ما را و جان ما را لگد کوب پاهای خود می کنند، لگد کوب خیل خیال می کنند. به باران توفیق، باران توفیق برای ما بفرست،
و خضر طاعات، خضر یعنی سبزی ها و سبزی ها و رستنی ها و زیبایی ها، گل و گیاه رو خضر میگویند. خضر طاعات مزین گردان، تابه طبع ما را از صدمه سنگ سنگین دلان نگاه دار. طبیعت ما مانند تابعی است که میگه از سنگین دلان، که دل ما دور کن از سنگین دلان. انسان نباید با سنگین دلان نشست و برخاست کند، باید با سبک دلان باشد، سبک روحان انسان باشد. انسان میبایست احتراز کند از سخن سنگین دل و به دنبال سبک دل برود، چرا که سخن سنگین دل دل انسان را سنگین و سنگین تر میکند. و سبک دل، سخن سبک دل دل انسان را سبک میکند، مهیا و آماده پرواز میکند. به وقت مرگ چون مرغ جان ما از قفس قالب بیرون خواهد رفتن، خب میگوید وقتی که ما مردیم و مرغ جان ما، مرغ روح ما از این قفس تن بیرون میرود، شاخهای درخت سبز سعادت مرغ روح ما را بنما. مرغ روح به مرغ روح ما شاخه های درخت سبز سعادت را نشان بده، تا در آرزوی آن پر و بال خوش بزند. تا وقتی اونها به اونها نشان بده آن جنات رو، آن بهشت رو، آن خضر رو، آن درختان بسیار زیبا رو، که مرغ روح ما برود و طاووس وجود ما برود، طوطی جان ما برود و در آن شکرستان و در آن هند مشرقی و مغربی قرار بگیرد، در آن جابلقا و جابلسا حضور پیدا کند و بتواند از میوه های معرفت و میوه های عشق و وصال بخورد. مرغ روح ما را بنما، تا در آرزوی آن پر و بال خوش بزند و به نشاط بی اکراه بیرون بپرد. خیلی زیباست، میگه کاری کن که با نشاط بی اکراه بیرون پرد. یعنی مرغ روح ما چرا نمیخواهد که به بیرون ببرد، بپرد، برود؟ چرا در قفس مانده است؟ مگر من نمیدانم که روحم در قفس بدن است؟ چرا این روحم را پرواز نمیدهم؟ چرا در قفس را باز نمی کنم و این روحم را طیران و سیران نمیدهم؟ یک دلیل عمدهش که قرآنی هست، قرآن دلیلش رو بیان میفرماید. میفرماید میدانید چرا نمیخواهید، میدانید چرا از مرگ میترسید، میدانید چرا نمیخواهید به سوی خدا پر بکشید؟ چون اعمالتان زشت است. ای انسان ها، کارهای شما زشت است، به خاطر همین میگید کجا بروم؟ من که این همه عمل زشت دارم کجا بروم؟ در درگاه الهی و در بارگاه و پیشگاه حضرت حق چه کنم؟ با این اعمال زشتم چه کنم؟ با چه رویی بروم؟ پس خوب است همینجا بمانم تا زمانی که راهی گشوده شود. خداوند هم منتظر است که ما به موت اختیاری برسیم، منتظر است که روح جان ما، مرغ روح ما و مرغ جان ما پرواز کند از این قفس تن، از این قفس بیرون برود، به موت اختیاری برسد، به موت احمر و موت ابیض برسد. اما چون نمی کنیم، چون به اینها دست نمی بریم، از این جهت مانده ایم در قالب تن. مولانا می‌فرماید که خداوند آن درختان زیبا را به مرغ روح ما نشان بده، آن بهشتت را به ما نشان بده. این مرغ روح در اینجا حرکت کند، هیجان پیدا کند، امید پیدا کند، علاقه بیابد و به سوی آن پرواز کند و بدن ما را رها کند. هم تو به عنایت الهی آنجا قدمم رسان که خواهی، از ظلمت تن رهاییم ده، با نور خدا آشناییم ده.
مولانا در جای جای این مجالس از اشعار بسیار زیبای نظامی گنجه‌ای، شاعر ترک زبان بسیار عظیم که حداقل جزء ده شاعر برتر کشور ما و ادبیات ما محسوب می شود، ایشان در اول مثنوی بسیار شگفت‌انگیز لیلی و مجنون این سخنان رو می گوید. از اول شروعش بسیار زیباست، توصیه می کنم. البته دوستان همه اهل علم و دانشند، همه اهل مطالعه و شعرند، توصیه می کنم لیلی و مجنون جناب نظامی را یک بار دیگر حتما بخوانید، با تأمل بخوانید، با تفکر بخوانید. بسیار بسیار عظیم است و بسیار راهگشاست در راه عشق. درست است که سخن از عشق مجاز است، سخن از عشق لیلی و مجنون است، یا در جای دیگر سخن از عشق خسرو و شیرین است و گویا ظاهراً مجازی است، اما ما بارها گفته ایم که ما عشقی به نام عشق مجازی نداریم. عشق ذاتاً حقیقت است، اصلا عشق مجازی ممکن نیست. آنچه که عشق مجازی گفتن چیز دیگری است. مجاز در عشق راه ندارد و عشق این حقیقت است، ابن الحقیقه است، فرزند حقیقت است. اصلا حقیقت زایشش همان عشق است و عشق زایشش همان حقیقت است و جز حقیقت چیز دیگری در آستانه او در نمی آید. از ظلمت تن رهاییم ده، با نور خدا آشناییم ده. یعنی اول با نور خودم اگر آشنایی بدهی، آن وقت من می توانم از ظلمت تن رهایی پیدا کنم. روزی که مراز من ستانی، ضایع مکن از من آنچه دانی. خدایا از من می دانی. چه می داند خداوند که می گوید خدایا از بین نبر وقتی مرا از من می ستانی، وقتی مرا می میرانی و مرا از من می ستانی؟ خیلی زیباست. نظامی واقعا شاعر بزرگی است. وقتی که مرا از من میگیری، یعنی جانم را میگیری، ضایع مکن از من آنچه دانی. آنچه را از من میدانی از بین نبر، ضایع نکن، نابود نکن. چه میداند؟ فقر را میداند، ضعف را میداند. خدا میداند که من انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. من بنده‌ای هستم، چنین هستم، من زار و نزار و نحیف و بیچاره و بدبختم. خداوندا اینهایی که از من میدانی که من بدبختی مرا میدانی، این رو از بین نبر، مرا با اینها بپذیر، با همه ضعفم و با همه بی اسبابی و بی وسائلی. واندم که مرا به من دهی باز، یک سایه لطف بر من انداز. وقتی که مرا به من برمیگردانی، مرا یعنی یک بار که خداوند میمیراند بعد دوباره زنده میکند. آن نفخه سور است که اولین بار، در اولین نفخه همه انسان ها میمیرند و در نفخه دوم همه انسان ها زنده میشوند. انسان هم مرگ دارد و زندگی دارد و میفرماید که وقتی که مرا از من گرفتی، وقتی که مرا میراندی، آن وقت آنچه را میدانی از ضعف من نابود نکن و بر من ضایع مکن. و آن وقت که مرا میخواهی به من بازدهی، میخواهی که مرا دوباره بیافرینی در قیامت، مرا دوباره زنده کنی. طبق اعتقادات ما، ما در همه در قیامت زنده خواهیم شد دوباره. یک سایه لطف بر من انداز، یک سایه لطف بر سر من بینداز. خب نظامی قرآن رو خوانده بود و می دانست که در قرآن هست که در روز قیامت هیچ سایبانی وجود ندارد غیر از کسانی که با خدا همراه باشند. نظامی به این اشاره دارد، می فرماید که یک سایه لطف بر من انداز. این آنجا که بی سایگی هست، آفتاب صبح قیامت چنان در وجود انسان و در درون انسان نفوذ می کند که هر لحظه آرزوی هلاکت و نابودی می کند، در آنجا سایه بینداز.
و گفتند از امام صادق، از حضرت علی علیه السلام، از دیگران، از پیامبر پرسیدن آن سایه چیست؟ آن سایه چیست؟ امام علی علیه السلام فرمود که آن سایه ولایت ما هست، آن سایه محبت و عشق ما اهل بیت است. اگر آن سایه را بر سر خودتان مستدام داشتید، آن وقت خواهید دید که به کجا می رسید. واندم که مرا به من دهی باز، یک سایه لطف بر من انداز، تا با تو قرین نور گردم، چون نور ز سایه دور گردم. وقتی تو باشی من قرین نور هستم، چون تو نور هستی، الله و نور و سماوات و الارض، چون تو نور هستی من هم کنار تو باشم نورم، و دیگر سایه مانند نور از سایه دور گردم. نور که دیگر سایه‌ای ندارد. من وقتی در طوفانی شدم خداوندا، در نور طوفانی شدم، دیگر ظلمتی باقی نمی‌ماند. این ظلمت مربوط به تن من بود، مربوط به بدن من بود. وقتی این رفت دیگر ظلمتی وجود ندارد، نور محض است. آن سایه نه که از چراغ دور است، آن سایه که از چراغ نور است. میگه آن سایه رو منظورم نیست که بر سرم بینداز، آن سایه نه که از چراغ دور است، از این چراغی که دورتر از من است یک سایه ای ایجاد میکند. چراغی که دور باشد سایه ایجاد میکند. خیلی زیباست، انصافا حکیم به مفهوم واقعی کلمه به ایشان گفتن، حکیم نظامی واقعا حکمت است. میگوید که آن سایه نه که از چراغ دور است. من سایه را نمیخواهم که از چراغ دور باشد. یعنی چه؟ چراغ وقتی دور است سایه ایجاد میشود، ولی وقتی در محضر فانی در چراغ شد، نزدیک در چراغ بود، عین چراغ شد، دیگر سایه وجود ندارد. فناف الله است، بقاب الله است. آن ذره ممکن است که وقتی از منبع نور دور است احساس ذرگی کند، ولی وقتی در منبع نور وارد شد، در روح الارواح داخل گشت، دیگر آنجا وحدت وجود است، دیگر غیریتی وجود ندارد. آن سایه نه که از چراغ دور است، آن سایه که از چراغ نور است. از آن چراغ دور نمیخواهم، بلکه از چراغ نور میخواهم که سایه رو به طور کلی از بین میبرد، محتوای وجودی من رو کلن از بین میبرد. من بی کس و رخت ها نهانی، ها نی کس بی کسان تو دانی. تو میدانی که کس بی کسان هستی. من بی کسم، من کس دیگری رو غیر از تو ندارم. همه گویند طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس؟ آنهایی که خود رو بی کس احساس می کنند در میان جمع اند و خود رو بی کس احساس می کنند، اما حقیقت این است که کسی که با خدا هست بی کس نیست، و کس ترین کس با او همراه است. و کسی که بی خدا هست با همه کس هست، با هیچ کس است. همه دور و برش هستند، همه او را دوست می دارند، هزاران نفر کنار او هستن، ولی خدا با او نیست، او بی کس است. اگر هیچ کس را نداشته باشد اما خدا را داشته باشد، او با کس است. چون کس، اصل کس خود اوست، غیر از او کس نیست که. همه ناکسند، همه بی کسند. من بی کس و رخت ها و نهانی ها و نکس بی کسان تو دانی. رخت ها نهانی یعنی چیزهایی که من آماده کردم، همش رو چیزهایی که آماده کرده ام برای زندگی، رخت بربستن دیگه. رخت بربستن یعنی انسان کارهایش رو انجام بدهد و کارهایی که کرده است تنظیم کند، داده هایش را بدهد، گرفته هایش را بگیرد، همه چیز را تنظیم کند، بعد از این دنیا برود. میگه این رخت هایی که هست، من آن اعمالی که دارم و آن چیزهایی که نهاده ام، اینها نهانی است، خودت میدانی. تا چند کنم ز مرگ فریاد، تا کی از مرگ فریاد کنم؟ گر مرگم از اوست، مرگ من باد. تا چند کنم ز مرگ فریاد، گر مرگم از اوست، مرگ من باد. اگر مرگم از اوست، مرگ من باد. چرا؟
چون وقتی او مرا خواهد کشت، ای کاش که او بیاید و مرا بکشد. گر تیغ برکشد که محبان همی کشم، یا صحیحش اینه، گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. شعر شگفتی است از جناب سعدی. گر تیغ برکشد که محبان همی زنم، اول کسی که لاف محبت زند منم. اول کسی که خواهد گفت من تو را دوست می‌دارم، آن من هستم. خداوند هم می‌آید و محبانش را می‌کشد. می‌گوید چه زیباست، چرا از مرگ بترسم؟ وقتی او می‌آید و او جان مرا می‌گیرد، من چرا از مرگ بترسم؟ جان من لایق اوست و لایق وجود اوست. گر بنگرم آنچنان که رای است، آن مرگ نه مرگ، نقل جای است، یا نقل جای است. آنجا مرگ نیست، محل جای نقل است، جای انتقال است، یا انتقال جا است، از جایی به جای دیگر رفتن است. مرگ چیست؟ مرگ وجود ندارد اساساً، فوت وجود ندارد، موت وجود ندارد. فوت یعنی از دست رفتن، چیزی از دست نمی رود، بلکه بر او افسوده می شود. از آیت الله بهجت سخنی نقد می کنند جالبه. می گوید که نیکوکار و بدکار، هر دو، حتی بدکار، همه فکر می کردن نیکوکار، ایشون می گوید نیکوکار و بدکار هم هرگز از مرگش پشیمان نمی شود. حتی بدکار هم از مرگش پشیمان نمی شود، چون رحمت واسعی الهی رو می بیند. می بیند بدکار است، ولی می گوید خب الان به فیض رحمت الهی رسیدن، او مرا خواهد بخشید، بنابراین از چه بترسم؟ گر بنگرم آنچنان که رای است، آن مرگ نه مرگ، نقل جای است، از خوردگهی به خوابگاهی و از خوابگهی به بزم شاهی. از خوردگاه، از جایی که در آنجا میخورند و میخوابند، به کجا؟ به خوابگاه. و از خوابگهی به بزم شاهی، از آن خوابگاه هم به بزم شاهی حرکت میکنند. که و ناشتات نشتا. آیه مشهور هست در قرآن، سوره مبارکه نازعات، و نازعات غرقن و ناشطات نشتن و سابحات سبحن فسابقات سبقن، که ادامه دارد تا آخرش که وقتتان را نمیگیرم. و ناشطات اونجا میگه و نازعات غرقن. نازعات، نازعه یعنی فرشته‌ای که میآید نزع روح میکند، روح را میگیرد، ولی کندن روح است، با زجر و با سختی میگیرد. و نازعات غرقن، غرق میکند روح. قسم، واو قسم است، خداوند قسم میخورد، قسم به فرشتگانی که میآیند و روحهای انسانهای بد رو میگیرند. و ناشتات نشتن، و قسم به آن ناشتات، نشاط دهندگانی که نشت آرام و با نشاط جانها را میگیرند، با ملایمت میگیرند. غالب مفسران گفتن این خطاب به فرشتگان است و سوگند به فرشتگان است در قرآن، در سوره مبارکه نازعات. و سخن در این است که در اولین آیه نازعات غرقن، یعنی از کافران به سختی جانشان را میگیرد، ولی با نشاط و شادمانی و شادی و زیبایی و فرحمندی میآید و روح مؤمنان را از بدنشان جدا میکند. اینها نسبت دادند، باز مثل همان که مترجمین ما در قرآن عذاب را به خداوند نسبت میدهند، نه به خودشان، نه به اعمال خودشان، در حالی که گفتیم این عذابهایی که هست، اینها تجسم اعمال خود ما هست، آن عذابهایی که خواهیم دید.
در اینجا همچنین معنی کردن. اما معنی صحیح این است که چون کافران مرگ را نمی خواهند، کافران مرگ هراسند. کسانی که از مرگ می هراسند اینان آدم های خوبی نیستند. کسی آمد از امام صادق پرسید که شما به من بفرمایید من چگونه بدانم چگونه انسانی هستم؟ امام فرمود که در قیامت معلوم می شود، همین ها معلوم خواهد شد. گفت نه، در همین دنیا می خواهم در همین دنیا بدانم. یک علامت به من بده، یک علامت به من بفرمایید آقا که من بدانم که در این دنیا چگونه آدمی هستم. یک نسخه عجیبی داد، نسخه عرفان عملی، نسخه بسیار شگفت‌انگیز است. فرمود ببین، اگر از مرگ می ترسی آدم بدی هست، ولی اگر مرگ همین الان آمد و تو به استقبالش رفتی، بدان که آدم خوبی هستی. معیار خیلی عالی است، معیار عرفان عملی است. می خواهیم بدانیم که چقدر آدم خوبی هستیم، بدانیم از مرگ چقدر می ترسی. به نسبتی که از مرگ می ترسیم آدم بدی هستیم، به نسبتی که از مرگ می ترسیم انسان بدی هستیم. خودمان را در درون خودمان انسان خیلی خوبه، منزه پاک سبوه قدوس ندانیم. نه، چنین نیستیم. هیچ کدام هم خودمان را مبرا نکنیم از گناه و زشتی و بدی. همه ما زشتکار بوده ایم و هستیم. بدانیم که آیا از مرگ می هراسیم یا نه. اگر مرگ همین اکنون از آن در آمد تو و گفت که بیا با هم برویم، من خواهم ترسید؟ آیا من می ترسم یا نمی ترسم؟ این معیار این است که ما چگونه انسانهایی هستیم. خیلی معیار روشنی است، لازم هم نیست به کسان دیگر بگوییم. در درون خودمان مراجعه کنیم، این رو ادراک کنیم. اگر دیدیم از مرگ می ترسیم، سعی کنیم آدم بهتری باشیم که دیگر از مرگ نترسیم. مرگ هر وقت به سراغ ما آمد، اون رو بپذیریم، در بند آرزوها و خواسته های من نباشیم. که بن ناشتات نشتا، اونجا اون بن نازعات غرقن رو اگر من باشم اینگونه تفسیر میکنم که چون کافران از مرگ میترسند و مرگ هراسند، بنابراین این کافران دوست ندارند که جانشان را بدهند. بنابراین وقتی وقتش رسید نمیتواند که ابدی باشد. خداوند فرشتگانش را میفرستد، اینها به زور و به سختی جانشان را میگیرند، نه اینکه اینها به سختی بگیرند. او جان نمیدهد، اینها مجبورند که به سختی آن را بیرون بکشند. اما در مورد مؤمنان، انسانهای بزرگ، اینها با مرگ رو نشاط میدانند، مرگ رو شادمانی میدانند. نشاط و ناشتات نشتن خیلی سخن عجیبی است، یعنی همش نشاطه. و آن ملائکه‌ای که می آیند نشاط به وجود می آورند. اسم فاعل ناشط، ناشطن، اینها نشاط به وجود می آورند. عجیب است، می آید روح مرا بگیرد، مرا بمیراند و نشاط آور است. بله، ناشط است، نشاط است، نشیط است. عرب به شطوری که با یک حرکت، با یک تلنگر اشاره بلند شود و برود دنبال کار، نشیته میگه. نشیته یعنی کسی، شطوری که خیلی سریع با یک اشاره برود. نشاط هم همینه، با یک اشاره از جان پروردگار آمده ام تا جانت را بگیرم، آمده ام تا دنیایت را عوض کنم. چه اشکالی دارد؟ چه ایرادی دارد؟ چرا ما اینقدر از مرگ میترسیم؟ به خاطر اعمال زشتمان هست. و ناشتات نشتا، افتتاح مقالات به حدیثی کنیم از احادیث مصطفی صلوات الله علیه. لقد جاء فی درر الاخبار عن النبی المختار علیه افضل الصلوات و اعلاها و اکمل التحیات و اسناها.
فرمود که افتتاح مقالات سخن رو آغاز میکنیم با حدیثی از احادیث حضرت مصطفی صلوات الله علیه که در کتاب درر الاخبار آمده است، از پیامبر مختار. مختار هم سخن دارد که او به او اختیار داده شده است. یک زمانی راجع به پیامبر مختار و مصطفی مختار در عرفان سخن میگوییم انشاءالله. علیه افضل الصلوات و اعلاها، که بر او بالاترین صلوات و اعلای صلوات و درودها باشد، و کاملترین تحیات و تحیتها و اسناها و اصلیترین نعانها، انه قال لحارسه صباح یومن، او به زید بن حارسه یا به حارسه خود حارسه گفت که صباح یومه. یک کسی بوده به نام حارسه که صبح یک روزی گفت که کیف اصبحته. یک روز صبح دید که این حارسه که جوانی بود خیلی شگفت‌انگیز است، حال عجیبی دارد. گفت کیف اصبحته، چگونه شب را به صبح رساندی؟ یعنی اصبحته یعنی چگونه به صبح رسیدی؟ یا حارسه، ای حارسه، چگونه به صبح رساندی؟ پیغمبر خود میدید علائم و شرایط رو در او. قال اصبحت مؤمنم، ای رسول من صبح کردم در حالی که مؤمن بودم، در حال ایمان صبح کردم، صبح رو در حال ایمان دریافت کردم. یکی از نشانه های ایمان هم همین است که انسان صبح را دریافت کند. قال اصبحت مؤمنا، قال ان لكل حق حقیقتون، فما حقیقت ایمانك؟ پیامبر فرمود که برای همه حقیقت ها، برای همه حق ها حقیقتی است. هر حقی حقیقتی دارد. حقیقت ایمان تو چیست؟ یعنی چه؟ در اصل ایمان تو چیه؟ چگونه هست؟ ایمان یک سخن کلی است. به من بگو که حقیقت ایمان تو چیست؟ قال ازلت نفسی عن الدنیا، نفسم را از دنیا معزول کردم. راجع به عزل سخن گفتیم در بحث مثنوی، سخن گفتیم که معزول بودن و عزل یعنی چه. یعنی نفسم را در خلوت نگاه داشتم از دنیا، نفسم را از دنیا دور کردم، معزول کردم، نفسم رو اجازه ندادم به سمت دنیا برود، خواهشی بکنه. فازمعت نهاری و اسهرت لیلی، پس ظهرم را و روزم را با تشنگی گذراندم. زمع یعنی تشنگی، زمان یعنی تشنه، تشنگی فراوان رو زمع میگویند. کسی که ممکن است از تشنگی هلاک شود زمان میگویند. فازمعت نهاری، پس روزم را با تشنگی سپری کردم، یعنی روزه بودم، تشنه بودم. و اسهرت لیلی، و شبم را تا صبح بیدار ماندم. سحر یا سحر با سین و های حوز یعنی شب زنده داری، شب بیداری. و اسهرت لیلی، شبم را هم تا صبح. قائمم باللیل، قائم باللیل بودم، شبم را تا صبح زنده نگه داشتم. چون با خوابیدن ما شبمان را میمیرانیم، شبمان را میکشیم. شب را زنده داشتن یعنی نخوابیدن، یعنی شب را زنده داشتن، یعنی نکشتن شب. ما وقتی از اول شب میخوابیم شبمان را میکشیم. بایستی این را زنده کنیم. شب افسوس بر شب که ما آن را بکشیم. و اسهرت لیلی فکأنی انظر الی عرش ربی بارزن، تا آنجا رسیدم. فکأنی گویا من به آن نتیجه رسیدم، کأنی یعنی مثل این که من، انظر نگاه میکنم، الی عرش ربی به سوی عرش ربم، عرش ربم را میدیدم. بارزن آشکارا میدیدم، پنهانی و مخفیانه نه. صبح کردم در حالی که به آسمان که نگاه می کنم عرش الهی را می بینم. و که انی انظر الی اهل الجنه یتزاورون، و گو این که
نگاه می کنم به اهل بهشت که در حال زیارت همدیگرن. صبح هست، اهل بهشت آمدن همدیگر رو زیارت می کنن، به همدیگر سلام می گویند، به همدیگر شاباش می گویند، تهنیت می گویند. و الی اهل نار یتقاوون، و گویا نگاه می کنم به اهل دوزخ که در هم می لولند و به سختی با همدیگر رفتار می کنند. فقال النبی اصبت فلزم، پیامبر به او فرمود که اصبت، اصابت کردی، به حقیقت رسیدی. اصابت کردی یعنی به حقیقت و به اصل مطلب رسیدی. فلزم، پس ملزم بدان خود را، ملزم بدان، و الزام یعنی حفاظت و نیکوداشت و پاسداشت این امر، به خوب جایی رسیدی، این حالت را نگه دار، نگذار از دستت برود. و قال ثم اقبل الى اصحابه، سپس روی کرد به صحابهش و یارانش و قال هازا عبدن، این بنده ایست، نور الله قلبه به نور جلاله، این بنده ایست که خداوند قلب او را با نور جلال و عظمت خود منور ساخته است. انشاءالله در ادامه مطلب در جلسه بعد در حضورتان خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت.